بینندگان تلویزیون کانال یک و همچنین برنامه رمز پیروزی، به همه شما عزیزان سلام میکنم در هر کجای دنیا که هستید. در طی دو روز گذشته نشست های مهمی در رابطه با مسئله مربوط به ایران در نقاط مختلف جهان از ژاپن تا بروکسل و اتریش و لندن برگزار شده. چهار کنفرانس و یا نشست هایی که مستقیما با مشکلات اساسی و بحران به وجود اومده در بین ایران و امریکا تأثیر گذار خواهند بود و به روایت دیگر شاید سرنوشت ساز، به خاطر اینکه در دوره‌ای به سر میبریم که هر موضوعی که مربوط به ایران میشه به طور قطع نمایندگان کشورهای قدرتمند جهان در آن شرکت دارند و در باره تعیین سیاست در رابطه با حکومت اسلامی ایران در حال رایزنی های جدی و تصمیم گیری نهایی هستند. پیش از اینکه به نتایج این کنفرانس ها و پیامد های اون بخواهیم به هر حال پیشبینی هایی بکنیم و یا حدس هایی بزنیم، اجازه بدید در خدمت جناب رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی، مفسر مسائل سیاسی مربوط به کشورمون و همچنین جهان گفتگوی خودمون رو آغاز بکنیم و نظر ایشون رو درباره این نشست‌ها و کنفرانس‌ها بپرسیم. جناب تقی‌زاده عزیز سلام میکنم و از اینکه در این به اصطلاح شرایط تنگ میدونم که بسیار مشغول هستن در رسانه مختلف ولی این دعوت رو پذیرفتن ازشون سپاسگزاری میکنم. درود بر شما جناب تقی‌زاده. درود به شما اعتمادی، درود به بینندگان شما و سپاسگزارم از دعوتی که برای شرکت من در برنامه کردید. خواهش میکنم آقای تقی‌زاده، اگر موافق باشید از نشستی که سرپرست وزارت دفاع امریکا با همتایان خودش روز گذشته در بروکسل داشته در خصوص مسائل مربوط به برجام و یا پیشنهاداتی که در این رابطه به همتایان خودش که عضو سازمان ناتو نیز هستند در این رابطه داده شده، ازتون بپرسیم که نظرتون در این باره چیه و چه نتایج این کنفرانس تا به حال به دست داده؟ دیدارهای سرپرست وزارت دفاع آمریکا با همتایان خودش در پیمان ناتو نتایجش خیلی به بیرون درز نکرده، ولی از گفته هایی که در حاشیه این دیدارها و برگزاری این اجلاس شنیده میشه طبیعی است که مسئله ایران در قلب گفتگوهای او قرار داشته و اینکه حساسیت امنیتی منطقه و مسئولیت هایی که کشورهای ناتو در صورت بروز یک برخورد نظامی باید به عهده بگیرن اونجا مطرح شد. البته فرانسه اعلام کرده که اگر عملیات نظامی در خلیج فارس صورت بگیره اونها نمیخوان در این اقدامات شرکت بکنن. البته این گفته به نظر من تا حدودی شکل سیاسی داره، برای اینکه همین حالا که من و شما صحبت میکنیم علاوه بر ناوهای متعلق به بریتانیا، ناوهای متعلق به فرانسه هم در منطقه حضور دارن و اگر یک عضو ناتو مطابق پیمانی که با هم دارن در یک عملیات نظامی شرکت بکنه یا مورد هجوم به نوعی قرار بگیره، کشورهای دیگر عضو ناتو ناگزیر از مشارکت در اون عملیات و حمایت از همپیمان خودشون هستن. این رو نمیدونم فرانسه چطور میخواد توجیه بکنه و بگه که اگر عملیات نظامی صورت گرفت اونها در این عملیات شریک نخواهند بود. یک ناو هلیکوپتر برای فرانسه در آبهای نزدیک به منطقه است و نکنم اون کشورهای عضو ناتو امروز با یا این روزها اولتیماتومی که آمریکا به کشورهای خریدار نفت از حوزه خلیج فارس داده، کشورهای دیگه هم خودشون رو ملزم به مشارکت در حفظ خطوط کشتیرانی میبینن. نکته که امروز در گفته های براین هوک مدیر گروه اقدام ایران در وزارت خارجه طی کنفرانسی که در لندن داشت به اون اشاره کرد و مسئله اصلی مورد اشاره او نقض حقوق دریاها و قوانین دریاها از جانب ایران بود و در پاسخ به این نقض قانون یا اقدامات ایزایی که سپاه پاسداران گفته میشه در منطقه صورت داده، هند هم هفته پیش یک ناو نظامیش رو
به بهانه دفاع از کشتی های مرتبط با هند، حالا نفتکش یا تجاری، به منطقه فرستاده. به این ترتیب میشه استنباط کرد که مسئله برخورد نظامی در منطقه به دلیل افزایش تنش ها مسئله خیلی خیلی جدی است و این مسئله ایجاب کرده که سرپرست تازه کار وزارت دفاع که جانشین سرپرست قبلی شده بود در اجلاس سران ناتو شرکت بکنه و موضوع ایران و تنش در آبهای خلیج فارس رو اونجا مطرح بکنه. آقای طرح‌زاده، در همین رابطه همطور که میدونید کنفرانس جی 20 در ژاپن برگزار شد و آقای ترامپ رئیس جمهور امریکا در این کنفرانس شرکت داشته و یکی از اشاراتی که ایشون در این کنفرانس کرده مربوط به مسئله خب طبیعتاً ایران بوده، ولی ایشون گفته که ما عجله‌ای برای اینکه ایران تصمیم نهایی خودش رو برای مذاکره در رابطه با بحران به وجود اومده بگیره یا نگیره نداریم و ما هر اندازه که لازم باشه صبر میکنیم که مقامات ایرانی سرانجام این تصمیم رو بگیرن. با توجه به اینکه تا این لحظه از سوی مقامات ایران ما موضعی رو که به نوعی نشان دهنده آمادگی از سوی سران حکومت اسلام ایران برای مذاکره با به اصطلاح نمایندگان شرکت کننده در برجام و یا امریکا باشه به طور مشخصتر نمیشنویم و نمیبینیم، شما تا چه اندازه این انتظار آقای ترامپ و مقاومت علی خامنه‌ای و یا سایر سران حکومت اسلامی رو به نوعی بهش امیدوار هستید که سرانجام بتونه به یک مذاکره رو در رو برسه؟ حرفای آقای ترامپ حرفای تازه‌ای نیست و حرفای غیر واقعی هم نیست. بازتاب جنبندی است که آمریکا از وضعیت امروز جمهوری اسلامی داره، وضعیتی که ادامهش زیانی به آمریکا نمیرسونه ولی همه فشارها رو به جمهوری اسلامی تحمیل میکنه. آمریکا به دنبال هدفهای سیاستی است که به عنوان اعمال فشارهای حداکثری اتخاذ کرده و علیه ایران اعمال میکنه. راهکار اعمال این سیاست قطع منابع درآمد جمهوری اسلامی، ممانعت از صادرات نفت، محدودیت ایجاد کردن در مورد تجارت خارجی، ندادن اجازه به معاملات بانکی بر پایه دلار. به این ترتیب میخواد اقتصاد جمهوری اسلامی رو فلج بکنه و تا این لحظه علارغم اینکه مسئولین جمهوری اسلامی اثر این تحریم ها رو انکار میکنن، نشون میده که بسیار این تحریم ها موثر بوده در جهت نزدیک شدن به هدفهایی که آمریکا اعلام کرده بود. همین امروز اعلام شد به عنوان نمونه که تجارت خارجی بین ایران و آلمان در طول 8 ماه گذشته 49% نسبت به 8 ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته. نشون میده که 50% تجارت خارجی ایران با بزرگترین طرف تجاری ایران در اروپا کاهش نشون میده و جای تعجب بیشتر و علامت خطر تندتری است وقتی ما همین ارقام رو مقایسه میکنیم با کاهش تجارت خارجی ایران با چین که به نوعی نخستین طرف تجاری بزرگ، به نوعی یکی از دو طرف تجاری است. چین بزرگترین خریدار کالاهای ایرانه که قلم اصلی این کالاها نفت و مواد سوختی و مواد فسیلی هستند و این کاهش رو در مدت مشابه ما 47% میبینیم. عملا تجارت خارجی جمهوری اسلامی با بزرگترین خریدار کالاش یعنی چین هم 50% کاهش نشون میده. صادرات نفت ایران که یک سال قبل بالاتر از 2 میلیون بشکه در روز بود حالا به 300,000 بشکه در روز کاهش پیدا کرده. این آمار رسمی است که رویترز منتشر کرده و منابع خبری منابع موثقی مثل بلومبرگ یا اوپک هستند. خب مقایسه 300,000 بشکه صادرات نفت اون هم با زحمت در مقابل درآمدی که سال گذشته از همین منبع جمهوری اسلامی داشته نشون میده که نه 10 و 15 میلیارد دلاری که آقای پومپیو 2 ماه قبل 3 ماه قبل عنوان کاهش درآمد ایران مورد اشاره قرار داد، این کاهش درآمد با قیمت‌های روز نفت که حالا چیزی در حدود
68 تا 70 دلار در بشکه هست، حدود 40 میلیارد دلار زیان رو به جمهوری اسلامی فقط همین یک قلم تحمیل میکنه و محدودیت های مربوط به تجارت خارجی خب این مشکلات رو برای جمهوری اسلامی بیشتر از پیش خواهد کرد. ادامه وضع موجود به زیان جمهوری اسلامی شکی درش نیست. آمریکا برای رسیدن به این هدف یک پاپاسی هم خرج نکرده، یعنی کمترین هزینه این قضیه برای آمریکا نداره. بین الملل اونجایی که از زبان ترامپ ما میشنویم انتظار ترامپ برای ادامه وضع موجود، میگه من که از این بازی زیانی نمیبرم، اونها زیان میبرن و اگر نمیخوان بیان گفتگو کنن تا اونجایی که میخوان ادامه بدن. ولی آیا جمهوری اسلامی قادر به تحمل این فشارها و قبول این زیانها هست؟ خب اگر امسال 40 میلیارد کمتر درآمد ارزی داره و سال گذشته بودجه کشور بیش از 30 یا 40% کسری نشون میداده، این کاهش درآمد رو چطور میشه به کاهش درآمد سال گذشته و کسری بودجه علاوه کرد و به استقبال سال بعد رفت؟ چقدر جمهوری اسلامی میتونه این وضع رو ادامه بده؟ چطور میتونه پیشگیری بکنه تجدید وضعیتی رو که در رودزیا شکل گرفته و امروز میزان تورم رو به 1,000,000% رسونده، در حالی که رودزیا منابع ونزوئلا منابع گازش به مراتب بزرگتر از ایرانه، به تعبیری با 267 میلیارد بشکه ذخیره درجا بزرگترین دارنده ذخایر نفتی در دنیا به حساب میاد، به امروز به این فلاکت افتاده. آیا واقعا حرکتی که جمهوری اسلامی انجام میده به این سمت نیست؟ اینجاست که آقای ترامپ انتظارش رو با آرزو مخلوط میکنه که اگر وضع موجود ادامه پیدا کرد خب ما که عجله‌ای نداریم، هر موقع میخوان بیان بیان، یعنی هر چه دیرتر بیان به زیان اونهاست. البته خب جمهوری اسلامی همین قضیه رو میفهمه، احساس میکنه در درون حاکمیت دوگانگی هست، نظامی ها اصولگرایان اعتقاد دارن برای تغییر این وضعیت باید مبادرت به عملیات ایزایی کرد، علی خامنه ای از این سیاست پشتیبانی میکنه، ولی دولت میدونه چون امکانات جمهوری اسلامی امکانات محدودی هست توسل به سیاست های ایزایی در منطقه میتونه به سرعت ایران رو به استقبال یک جنگ ببره، جنگی که نه مردم میخوان، نه اپوزیسیون میخواد، نه کشورهای منطقه‌ای میخوان، نه آمریکا میخواد، به دلیلی که خیلی ساده اون رو من توضیح دادم. تنها یک گروه در درون حاکمیت جمهوری اسلامی که نظامی ها هم با اون مخلوط هستن طرفدار این گزینن، و اون چیزی که ما در طول یک ماه پیش در آبهای خلیج فارس شاهد بودیم و در نتیجه از 6 تانکر نفتی در 2 گروه 4 تایی و 2 تایی هدف حمله قرار گرفتن و همینطور هدف قرار دادن یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکا از نتایج رویکردی است که من به اون اشاره کردم و این رویکرد مورد حمایت علی خامنه‌ای و نظامی هاست. و در اینجاست که میگم بین حاکمیت جمهوری اسلامی اختلاف هست و این حاکمیت یک دستی و هماهنگی نداره. دولت میدونه که بضاعتش برای تحمل این فشارها بضاعت محدودی است و اگر قضیه جنگ مطرح بشه ممکنه که دولت قافیه رو به نظامی ها ببازه، ولی نظامی ها هم توان ادامه این وضع رو در میان مدت هم نخواهند داشت، چه رسد به دراز مدت. حتی در روزهای گذشته مقامات دولت روسیه و همچنین مقامات دولت ایران اعلام کردن که تصمیم دارن و یا قرار دارن که به هر حال از طریق روسیه بتونن نفت خودشون رو تا یه حدی صادر بکنن و در این حال روس‌ها هم قول دادن که بتونن از طریق بانک‌های این کشور مسائل بانکی ایران رو هم به نوعی حل بکنن. تا چه اندازه این موضوع میتونه تحقق پیدا بکنه و عملیه؟ روسیه عملا تنها کشوری است که الان در کنار جمهوری اسلامی باقی مونده، ولی روسا هم به تعبیری مایل به بروز جنگ در منطقه نیستن. حرفهایی وجود داره در این مورد که شاید حمله موشکی علیه هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی با مدیریت تکنسیان های روسی صورت گرفته و اونها بودن که سایت های موشکی رو اداره می کردن، ولی باور من این است که روسا هم در ارتباط با جنگ
نگاهی همسو با کشورهای اروپایی دارن و مخالف بروز جنگ هستن. یکی از دلایل ساده روسا برای مقابله با فکر بروز جنگ این است که در صورت برخورد نظامی امکان تغییر حاکمیت سیاسی کنونی ایران وجود داره و اگر این اتفاق افتاد موازنه ای که روسیه الان از اون بهره میگیره به هم خواهد خورد. روی کار آمدن یک دولت متمایل به غرب یقینا به سود روسیه نیست. سودی روسا ادامه وضع موجود رو میپسندن که به عنوان میانجی بتونن داخل بشن و از بابت بازی کارت ایران امتیازی رو از آمریکا دریافت بکنن. اونها هم با جنگ طلبی گروه های افراطی در درون حاکمیت ایران روی موافق ندارن و به این علت من تصورم این است که جمهوری اسلامی با وجود اینکه تنها یار باقی موندش روسا هستن فشارهایی و از این لحاظ از طرف روسا هم تحمل میکنه. روز گذشته عراقچی که الان به خاطر شرکت در جلسه کشورهای ناظر بر اجرای توافق اتمی در وین به سر میبره پیش از تشکیل جلسه رسمی امروز ملاقات سه‌جانبه ای داشت همراه با نماینده روسیه، معاون وزیر خارجه اون کشور و همینطور معاون وزیر خارجه چین و تصور من این است که در طول این جلسه هم نمایندگان کشورهای روسیه و چین جمهوری اسلامی رو پرهیز میدادن و دادن از ارتکاب اقداماتی که انتهاش خروج احتمالی ایران از برجام میتونه تلقی بشه، اقدامی که واقعا در نتیجه مبادرت به اون جمهوری اسلامی باید خودش رو آماده تحمل فشارهای سهمگینی بکنه که بخشی از اون عودت دادن تحریم‌های لغو شده شورای امنیت در نتیجه تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت. آقای طرزاده اشاره کردید به نشست امروز در وین از سوی کمیسیون ناظر بر برجام و همطور که خودتون هم اشاره کردید نمایندگانی از سوی حکومت اسلامی ایران هم در این نشست شرکت داشته. در گزارشایی که تا ساعتی پیش در این رابطه منتشر شده به نظر میرسه که اعضای شورای کمیسیون ناظر بر برجام هم در رابطه با اقدامات ایران برای فعالیت‌های هسته‌ای هشدار دادن. در این رابطه نظرتون چیه و جزئیات این اجلاس رو در رابطه با تصمیم گیری که کردن رو چگونه میبینید؟ اگر چهار واقعه سیاسی با اهمیت همزمان با هم یا در فاصله 24 ساعت اتفاق میفته در سه چهار سوی دنیا در رابطه با ایران، این نشانه حساسیتی است که امروز منطقه خلیج فارس با اون روبرو است و یکی از دلایل این حساسیت خطر بروز برخورد نظامی در این منطقه است. توضیح من شاید مقدار این مسئله رو بتونه روشن بکنه. از نگاه من توپ الان در میدان ایرانه، ولی تا به حال با این توپ جمهوری اسلامی خیلی محتاطانه بازی کرده. برمیگردم به اون اتفاق که امروز در وین افتاده است، ولی برای چه و چه چیزی رو میخوان بررسی و مطالعه بکنن و چه چیزی رو میخوان ازش جلوگیری بکنن. بیش از دو ماه قبل حسن روحانی بعد از اعلام کاهش تعهدات ایران نسبت به توافق اتمی اعلام کرد که حالا سرعت غنی‌سازی اورانیوم رو که او به عنوان ظرفیت ازش یاد میکرد به 4 برابر گذشته افزایش دادن و اعلام کرد که در طول 60 روز که این مدت تمدید نخواهد شد ایران گام دیگری رو بر میداره برای فاصله گرفتن از تعهداتش نسبت به توافق اتمی. این نکته‌ای که حسن روحانی هرگز اشاره نمیکنه، علی عراقچی اشاره نمیکنه، جواد ظریف که به دروغگویی معروف شده اشاره نمیکنه، موضع ایران در ارتباط با توافق اتمی و طبیعت توافق اتمی از نظر قوانین بین الملل. توافق اتمی یک توافق بین چند دولته، نه یک قرارداد رسمی که در مجالس کشورهای امضا کننده به امضا رسیده باشه. حتی در مورد قراردادهای بین المللی اگر یک کشوری به این قرارداد میپیونده میتونه مجلس اون کشور دوباره تصمیم به
تجدید نظر در مورد ادامه عضویت در اون قرارداد ببینید. ولی برای توافق ها که این رو اگر کسی تقصیری مرتکب شده باید به گردن اوباما انداخت و طرف گفتگوی او در ایران یعنی جواد ظریف که این رو به صورت توافق پذیرفتن. البته اگر این به صورت دیگری میخواست مطرح بشه اصلا توافق اتمی متولد نمیشد، برای اینکه کنگره آمریکا اون رو لغو میکرد. ولی اوباما برای اینکه کنگره آمریکا رو دور بزنه و این توافق رو با جمهوری اسلامی امضا بکنه به شکل توافق در آورد و با حیله های پارلمانی مداخله پارلمان رو در این امر قطع کرد، منع کرد تا این توافق به امضا رسید و بعدم اجرایش کرد. حالا دولت دیگری در آمریکا از این توافق بیرون اومد، این حقشه. ولی تنها کشوری که در توافق اتمی مسئولیت داره برای ادامه عضویت و انجام تعهداتش ایرانه. و علت سادش این است که بابت امضای توافق اتمی امتیازهایی دریافت کرده. این امتیازها در قطعنامه موسوم به 2231 شورای امنیت قید شده. این امتیازی که جمهوری اسلامی گرفته لغو قطعنامه های تنبیهی گذشته شورای امنیت از سال 2006 تا سال 2011 علیه ایرانه، که در یکی از این قطعنامه ها موقعیت ایران رو موقعیت امنیتی اعلام کرده. معنیش چیه؟ معنیش این است که اگر ادامه بده جمهوری اسلامی به نقض خواسته های شورای امنیت، میتونه شورای امنیت و اعضای شورای امنیت و اعضای سازمان ملل متحد از نیروی نظامی برای متوقف کردن اعمال ایران و جمهوری اسلامی استفاده بکنه. اینها لغو شدن در نتیجه تصویب قطعنامه 2231. ایران از زیر بند امنیتی، بند معروف به 7، خارج شده. بابت این امتیازها تعهد کرده که اورانیوم غنی‌سازی شده خودش رو از حد 300 کیلوگرم عملا در سنتریفیوژها به 202 کیلوگرم افزایش نده. تعهد کرده در طول 15 سال غلظت اورانیوم رو از 3.67% بالا نبره. تعهد کرده که آب سنگین خودش رو در حد 150 تن ثابت نگه داره. حالا دو قلم از این کالا یعنی اورانیوم غنی شده و آب سنگین رو آمریکایی‌ها گفتن ما این رو هم مشمول تحریم کردیم، اجازه خروجش نمیدیم. پیشتر ایران فرصت داشت که این اورانیوم رو که به شکل گاز در کپسول‌های فلزی تحت فشار نگهداری میشه ببرن به روسا، ولی چون کیفیت خوبی نداره روسا اینا رو بدن به قزاقستان، در یک جایی انبار بشه که بخشی از اون به عنوان بانک سوخت اتمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی معروفه و بابت اون کیک زرد بگیره. در حقیقت چیزی که اصلا مصرف نداره و فقط چرخ این 4000 سانتریفیوژی که ایران داره میچرخونه، بابت این گازی که تحویل میدن کیک زرد میگیرن که در حقیقت اورانیوم خام، این اورانیوم خام رو که یک فرایند شیمیایی انجام میدن تا بهش برسن، میبرن به اصفهان، در کارخانه‌ای که در اصفهان هست تبدیل میشه به گاز هگزافلوراید و این گاز هگزافلوراید رو دوباره میبرن به نطنز، اونجا غنی‌سازی میکنن. ولی اجازه ندارن که غلظت این اورانیوم از 3.67% بالاتر بره. چرا؟ برای اینکه اول این ارتباط داره، این غلظت ارتباط داره با چیزی که اصلا ایجاب کرد مذاکرات اتمی رو و توافق اتمی رو. پیش از این توافق گفته میشد بر اساس محاسبات و تا حد زیادی هم درست بود، چون ایران 12000 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت 3.67% در اختیار داشت که اگر میزان غلظت اینها رو بالا میبرد به حد نظامی میرسون، میتونست در فاصله چند ماه کاری انجام بده که بهش اصطلاحا میگن فرار اتمی، یعنی بره به سمت بمب. این امکان رو داشت، میتونست با استفاده از این ذخیره اگر غلظت اون رو بالا میبرد تا حتی 8 یا 10 بمب اتمی بسازه. و بخشی از این گاز اورانیوم غنی شده با غلظت 20% بود.
غنی‌سازی اورانیوم از 0 یا حتی 3.6% تا 20% همونقدر زمان میبره که غنی‌سازی از میزان 20% تا غلظت نظامی. برای ساختن بمب احتیاج به غلظت نظامی هست، یعنی بالای 90%، بعد این رو تبدیل بکنن به فلز اورانیوم، بعد اون رو سایش بدن و بعد تبدیل بکنن به گوچه هایی که در شکم بمب اتمی به عنوان ماده انفجاری مورد استفاده قرار میگیره. گفتن بعد از توافق اتمی که فاصله ایران یعنی زمان فرار اتمی حالا از چند ماه به 1 سال افزایش پیدا کرده و این حاشیه امنیت میده به کشورهایی که نگران تبدیل شدن ایران به یک نیروی نظامی اتمی هستند. حالا اون چیزی که ایران تهدید میکنه این است که ما میخوایم در گام دوم فاصله گرفتن از توافق اتمی میزان غلظت اورانیوم خودمون رو از 3.6% بالا ببریم، اگر البته نگفتن چقدر بالا ببرن. نظر من این است که اگر این اعلام حدود 5% باشه و شامل همه بیش از 4000 سانتی فیوژی که در نطنز کار میکنن نباشه، قابل تحمله. یک جوری به جمهوری اسلامی حفظ وجهه رو امکانش رو میده، در باطن هم هیچ کاری صورت نمیگیره. ضمن اینکه مجموعه 4000 سانتی فیوژی کار میکنن اگر قرار است که بمب اتمی نسازن کاری واقعا انجام نمیده. اینا هی گاز میسازن، قابل تبدیل به سوخت اتمی برای مصرف در راکتورهای اتمی هم نیست، میرن در قزاقستان انبار میکنن، به جاش کیک زرد میگیرن و این ماشین باطل رو با ده ها و صدها میلیارد هزینه علیه مردم ایران میچرخونن تا بگن که آقا ما صنعت اتمی داریم و روزی بخوان آماده بشن برای دست پیدا کردن به ظرفیت اتمی. اونجوری در وین امروز تصمیم میگیرن، در موردش فکر میکنن، این است که ایران اعلام نکنه که حالا به سمت 20% غنی‌سازی اورانیوم میخواد قدم برداره و این خط قرمزی است که تحملش برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کشورهای ناظر بر اجرای برجام و اعضای شورای امنیت امکان پذیر نیست. و اگر چنین اقدامی رو اعلام بکنه جمهوری اسلامی، یقینا پرونده ایران به عنوان تخلف از توافق اتمی و تخلف از مفاد قطعنامه 2231 به شورای امنیت میره و میتونه حتی ضمن برگردوندن تحریم‌های قبلی شکل امنیتی هم به اون بده. اینجاست که اروپایی‌ها نگرانن، اینجاست که بقیه دنیا نگرانن که این اقدام احتمالی ایران زمینه یک برخورد نظامی رو در نتیجه خارج شدن ایران از توافق برجام و برگشتن تحریم‌های گذشته فراهم نکنه. آقای طرزاده، بعد از برگزاری این کنفرانس اتریش برخی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله سخنگوی وزارت امور خارجه آقای موسوی بعد آقای عراقچی با خبرنگاران تو مصاحبه گفتن که اگر مسئله برجام نتونه به طور کامل متحقق بشه و ما نتونیم نفت بفروشیم و وضعیت تجارت خودمون رو سامان بدیم، در نتیجه ما تعهدی به ماندن در برجام نداریم. اینا میگن ما گام به گام بیرون میرویم، از جمله همین مسئله ادامه غنی‌سازی اورانیوم. و همطور که اطلاع دارید چندی پیش رئیس آژانس انرژی هسته‌ای اعلام کرد که ما از اقدامات و فعالیت‌های اتمی ایران با توجه به موضع‌گیری‌هایی که اخیراً شده برای غنی‌سازی بیشتر بی اطلاع هستیم. نکته که هست در این میان، همواره مقامات حکومت اسلامی ایران گفتند که اسلام و تشیع ما رو منع می‌کنه برای تولید سلاح‌های کشتار جمعی، طبیعتاً بمب هسته‌ای. اما چگونه است که هر زمان که مسئله بحران سیاسی ایران با آمریکا بالا میگیره، مقامات جمهوری اسلامی ایران بلافاصله اعلام میکنن که ما غنی‌سازی رو ادامه میدیم و درصدش رو بالا میبریم؟ طبق گفته بسیاری از مقامات بین المللی و همچنین کارشناسان سیاسی، معتقدن که این برخورد رژیم ایران در رابطه با مسئله بالا بردن غنی‌سازی اورانیوم خارج از توافقی که در برجام شده نوعی تهدیده و ایران میخواهد با این نوع تهدیدها باجگیری بکنه. نظر شما در این رابطه چیه؟ جمهوری اسلامی دروغهایی میگه که خودشون هم باور کردنش برایشون یه مقدار زیادی دشوار. البته این حرفا رو کسانی که دستشون در کار هست میفهمن و متوجه هستن که جمهوری اسلامی
به کدام سمت و سو میخواد بره، چطور میشه جمهوری اسلامی به دنبال بوم نباشه ولی هر وقت تهدید میکنه به خروج از تعهدات توافق اتمی، سمت حرکتش به سمت بمبه، یعنی دست پیدا کردن به چیزی که میتونه زمینه آزمایش اتمی رو فراهم میکنه. برای این جمهوری اسلامی پاسخی امنان نمی کنه. جمهوری اسلامی در شرایطی که استناد میکنه به حکم مذهبی علی خامنه ای که از نظر شرعی ساختن بمب حرام هست، میره توسل پیدا میکنه به این گفته، ولی فراموش میکنه که یک راه حل قانونی وجود داره مشروع و مورد پسند بقیه دنیا که هرگز جمهوری اسلامی مطرح نکرده. چرا جمهوری اسلامی نمیره به سمت کشورهای حوزه خلیج فارس از عراق تا عمان، از شروع بگیریم تا انتها، و بگه من پیشنهاد میکنم همه دور هم دیگه جمع بشیم منطقه خلیج فارس رو تبدیل بکنیم به منطقه آری از سلاح‌های اتمی؟ فکر اسرائیل رو هم نکنه، کنار بگذاره، اسرائیلیا جدا از حوزه خلیج فارس هستن، چنین کاری نکرده. استناد میکنه به فتوای علی خامنه‌ای که پای اون فتوا هم چوبیست، در صورت مردنش که اصلا باطل ارزشی نداره، و با توجه به اینکه به دفعات این حضرات متوسل به دروغگویی زیر عنوان تقیه شدن، کسی دیگر این حرفا رو قبول نمی کنه. بنابراین همه باورشون این است که جمهوری اسلامی به دنبال چی هست و این کار رو با تحمیل هزینه های چند ده میلیاردی علیه ملت فقیر شده ایران دنبال کردن و هنوز هم اصرار می کنن که این وضعیت رو ادامه بدن. این وضعیت تا بی نهایت ادامهش امکان پذیر نیست، و اگر گام بعدی که جمهوری اسلامی تهدید میکنه برداره برداشته بشه، یقینا وضعیت حادی خواهد بود. ولی جمهوری اسلامی هم اینجا حتی کلک میزنن. در حقیقت تهدیدی که دو ماه قبل حسن روحانی کرد توپ تو خالی بود. اونا اعلام کردن که ما ظرفیت غنیسازی یا سرعت غنیسازیمون رو 4 برابر کردیم. معنیش این است که اگر امروز ما 1 کیلوگرم با استفاده از 4000 سانتریفیوژ میتونیم اورانیوم غنی شده با غلیظت 3.6% رو تولید بکنیم، حالا 4 کیلو در روز تولید میکنیم و این امکان پذیره اگر سانتریفیوژهای پیشرفته تری مورد استفاده قرار بگیرن و همین 4000 سانتریفیوژ هم کار بکنن. ولی وقتی ما آمار چند روز قبل رو نگاه میکنیم، میبینیم هنوز ظرفیت غنی سازی اورانیوم در ایران از 1 کیلو در روز خارج نشده. این گزارش رسمی آژانس و تایید 3 دیپلماتی که دست در کار بودن. این نشون میده که یا فقط یک دستگاه سانتریفیوژ رو برای غنی‌سازی با سرعت و ظرفیت بیشتر به کار گرفتن، یا حداکثر یک آبشار. آبشار مجموعه است از تعدادی سانتریفیوژ ها، احتمالاً 20 دستگاه سانتریفیوژ رو کنار هم دیگه گذاشتن که خروجی اون خیلی مهم نیست. ولی ضمن این که راست میگن، یک دروغ بزرگم میگن. 4 برابر کردن ظرفیت تولید اورانیوم و غنی‌سازی اورانیوم 3.6% شامل همه اون 4000 دستگاه سانتریفیوژ نشده. حالا میگم که ما میخوایم میزان غلظت رو بالا ببریم، ولی هنوز اینو اعلام نکردن. اگر اعلام بکنن که این غلظت 5% همونطور که بیشتر هم گفتم، قدم مهمی نیست. ظاهرا تخلف رو کردن ولی تخلف مهمی نکردن. تا حالا قدم هایی که جمهوری اسلامی برداشته مشابه اقدامی که در آبهای نزدیک به سواحل عدن و ایران صورت گرفت، یعنی حمله به نفتکش‌ها، خیلی خیلی محتاطانه بوده، به طوری که تحریک تند و فوری نکنه یا آژانس و یا آمریکا رو یا کشورهای اروپایی. با محاسبه این قدم‌ها رو برداشتن که ضمن این که حفظ وجه ازشون میشه، راهی هم برای سازش باقی بگذاره، یعنی نظر دولت بتونه به نوعی حاکم بشه. گفتم در آبها هم این کار اقدام محتاطانه بود. دلیلش این است که واقعا اگر میخواستن کار غیر محتاطانه انجام بدن، این کار رو در آبهای خلیج فارس میکردن، این کار رو در دهانه تنگه هرمز میکردن که غرق شدن احتمالی یک نفتکش منجر به مسدود شدن چند روزه تنگه هرمز میشد. ولی این یقینا پیامدش برخورد نظامی، حمله به تاسیسات نفتی، تاسیسات موشکی، پایگاه‌های سپاه پاسداران و حتی احتمالاً زیرساخت‌های ایران بود.
به این سمت جمهوری اسلامی نرفته. در حقیقت به جای دویدن و قدم تون برداشتن، پاورچین به یک جایی رفته که شاید علی خامنه‌ای عمامش خیلی از سرش عقب نره و ایشون بتونه همچنان بگه که من قدر قدرتم و حالا اونقدر توان داریم که ما در مقابل فشار آمریکا تلافی جویی بکنیم. فقط به این خاطره، وگرنه هیچ چیز دیگری نمیتونه این اقدام رو توجیه بکنه. و دولت همچنان ادامه میده به این امید که یک نیمه دری رو باز بگذاره، باز نگه داره برای سازش کردن با آمریکا. به این نتیجه گیری این است که جمهوری اسلامی هنوز به دنبال نوعی توافق و سازش و حتی کاهش فشارهایی است که آمریکا علیه اونها وارد میکنه. ولی نتیجه گیری بکنیم از حرفای امروز هوک، نتیجه گیری بکنیم از حرفای آقای ترامپ، آمریکا به هیچ وجه در وضعیت فعلی دیده نمیشه که آماده قبول سازش باشه، حتی با میانجیگری نخست وزیر بریتانیا یا صدر اعظم آلمان یا رئیس جمهور فرانسه. حد اکثر تخفیفی که میتونن آمریکایی ها به این قدرت های اروپایی بدن این است که این استکس رو شما فعال بکنید. ولی این امتیاز هم باز مثل کارهای بچگانی است که جمهوری اسلامی انجام میده، نیم قدم بر میدارن و این رو دویدن معرفی میکنن، ولی فقط شامل خرید مواد غذایی و دارویی و یا احتمالاً معامله شرکت‌های کوچکتر با ایران که خود اون شرکت‌ها دیگه علاقه‌شون رو برای معامله با ایران از دست دادن. در حقیقت این قضیه به نوعی به ظاهر حرکت می‌کنه ولی در باطن حرکتی نمی‌کنه. یک واگن قطاره که اطرافش رو ریل‌های جلو و عقبش رو برداشتن، به سمت چپ و راست چند نفر رو گماردن که این رو از پهلو به پهلو حرکت بدن و بگن که این قطار در حال حرکته، ولی نگن که این حرکت در حال رفتن به جلوست یا اینکه ساکنه، فقط تظاهر به حرکت میکنه. در این حد میتونه آمریکا امتیازی به اروپا بده و نه بیشتر. با توجه به کمبود وقت، شما دقایق پیش در تلویزیون ایران اینترنشنال مفسر سخنرانی آقای هولت نماینده وزارت امور خارجه امریکا در امور ایران بودید. لطفاً بگید، چون این آخرین کنفرانسی بود یا سومین کنفرانس بهتر بگم بود که در رابطه با مسئله ایران، در یکی دو جمله بفرمایید لطفاً که ایشون در این کنفرانس چه گفتن راجع به ایران. مواضع هوک مواضع بسیار تندی بود در تقابل با ایران، شکل تهدیدآمیز نداشت ولی شکلی داشت که خیلی هم دور از تهدید نبود. ایران رو متهم میکرد به نقض قوانین حقوق دریایی و از سازمان ناظر بر حقوق دریایی میخواست که همکاری بیشتری صورت بگیره برای حفظ امنیت کشتیرانی در آبهای خلیج فارس. جزئیاتی رو مطرح کرد که در گذشته کمتر به اونها استناد شده بود، من جمله در مورد نحوه مشارکت سپاه پاسداران در هجوم به نفتکش‌هایی که در خلیج فارس در خلیج عدن حرکت میکردن و از کشورهای طرف تجاری با کشورهای حوزه خلیج فارس میخواست که هم مراقبت هم مشارکت بیشتری بکنن برای حفظ امنیت این آبراها. و برای نخستین بار اشاره کرد به ضمن اشاره به قضیه قاچاق نفت که جمهوری اسلامی مبادرت به اون میکنه، ترانسپاندد کشتی ها رو خاموش میکنن برای اینکه مقصدشون قابل تعیین شدن نباشه و غیره، به کشتی سنچی هم که یک فاجعه انسانی از نظر مردم ایران بود و آتش گرفت در آبهای نزدیک به چین و بعدن هم به این منطقه کشیده شد و گفت که میتونست این کشتی که نفت غیرقانونی هم میکرده یک فاجعه محیط زیستی به وجود بیاره. البته تعلل جمهوری اسلامی، لاپیشونی اونها و کار غیرقانونی که انجام میدادن به قیمت جون 29 نفر از 33 سرنشین کشتی سانچی منجر شد و این فاجعه در ایران توسط خانواده های اونها تا روزها تعقیب میشد، ولی جمهوری اسلامی تلاش داشت که یک جوری این قضیه رو لاپیشونی کنه. به این ترتیب اونچه که امروز آقای هوکو و همینطور در پاسخ به کسانی که از رسانه ها و ارباب مطبوعات بودن تأکید کرد که مواضع آمریکا در قبال جمهوری اسلامی مواضع تغییر پیدا نکرده است و از جمهوری اسلامی خواست که به خواسته های جامعه جهانی گردن بگذاره و در غیر این صورت این فشارها علیه جمهوری اسلامی تا رسوندن ظرفیت
فروش نفت ایران به صفر ادامه پیدا میکنه. آقای رضا تقی‌زاده عزیز بسیار ممنونم که در این برنامه شرکت کردید و به پرسش‌های من پاسخ دادید. وقت شما خوش. قربان شما. خب بینندگان عزیز از آقای تقی‌زاده نازنین خداحافظی میکنیم، ولی با ما باشید به خاطر اینکه در رابطه با بیانیه 14 نفر از فعالان مدنی و سیاسی در ایران توضیح کوتاهی رو خدمتتون عرض بکنم. همونطور که میدونید بعد از انتشار بیانیه 190 نفر از فعالان فرهنگی، سیاسی و مدنی حقوق بشری در خارج از کشور، از بیانیه 14 تن از فعالان مدنی و سیاسی در ایران موج کم نظیری برای امضای مجدد این بیانیه به راه افتاد و عزیزانی از گروه های مختلف که البته وقتی من میگم گروه نه به منزله این استش که وابسته به حزب یا سازمان خاصی باشند، بلکه دارای گرایشات و موقعیت های مختلف سیاسی، اجتماعی و مدنی هستند، در حال این موج به راه افتاد و تعداد زیادی از این عزیزان اسامی خودشون رو ارسال کردن برای پیوستن به اون 190 نفری که از ابتدا تونسته بودیم که باشون تماس بگیریم و اسامیشون رو در یک بیانیه در کنار هم بگذاریم. تعداد بیش از 400 نفر شده. واقعیت اینه که شمارش همه اونها مقدور نبود تا این لحظه، شاید هم بیشتر از 450 نفر به یک معنای دیگه. در نتیجه ما در طی دو سه روز آینده یک بیانیه جدیدی رو تنظیم خواهیم کرد با همون فرمول بندی و با همون موازی که در بیانیه نخست منتشر شده و نام همگی این عزیزان رو در یک بیانیه مشترک قرار میدیم و اون رو منتشر میکنیم و منتظر میمونیم که عزیزان ما در ایران یعنی 14 فعال مدنی و سیاسی در ادامه کوشش های خودشون چه اقداماتی رو انجام خواهند داد. طبیعتا این اقدامات در ادامه همان موازی گذشته همچنان مورد پشتیبانی و حمایت همگی ما خواهد بود و امیدواریم با این اقدامی که صورت گرفته و با این همدلی که از سوی فعالان حقوق بشری، سیاسی، مدنی در خارج از ایران به وجود اومده در این رابطه همچنان پرشور و به صورت عقلانی و منطقی ادامه پیدا بکنه و امیدوار باشیم در یک چنین شرایط حساسی که کشور ما در معرض انواع خطرات اقتصادی، ورشکستگی، آوارگی، قحطی و حتی جنگ هم هست، این اقدام تبدیل به یک حرکت مؤثر بشه در برابر رژیم ایران برای متوقف کردن سیاست هایی که تا به امروز کشور ما رو در معرض یک چنین ورشکستگی و بحران خطیری قرار داده بشه و بتونه این رژیم رو کنار بگذاره و در این حال امکانی باشه برای پشتیبانی از 14 هموطن عزیز خود ما که از افراد بی ادعایی هستند که در طی تمام این سالها در عرصه مبارزات مدنی و سیاسی شرکت داشتن، اونها رو بتونه در حاشیه امن نگه داره همونطور که عرض کردم و در ادامه ببینیم که این اقدام و این تلاش و این حمایت و این همدلی و این اتحادی که به نوعی نه اتحاد به معنای تعریف معارف سیاسی بلکه اتحاد در همدلی، همدل شدن، همسو شدن، نگران شدن برای آینده کشورمون بتونه نقش مؤثری رو ایفا بکنه. تا روز دوشنبه با همه شما عزیزانم خداحافظی میکنم. شاد و پیروز و سربلند باشید.